هلا ایوان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بازی ماینکرافت. این بار نیومدم دیگه ادامه چیزو برم. یه دقیقه اینو اول صبحش بکنم دیگه نیومدم ادامه اون سری ماینکرافت مپ 6 برم. دیگه دیدین یه آپارت آخرش دیدین یه خورده مسخره بود و اینا. اومدم گفتم خب توی یه ویدیو جی کانتکت نداشتم، بعد دیدم گفتم که مثلا بیا انیشنت های ماینکرافت رو بهتون معرفی کنم، و چون خیلی خیلی زیادن من دیگه برای همین یه چند تا 9 تاشون آوردم فعلا که بهتون نشون بدم. و آره دیگه همین، امیدوارم که ویدیو خوشتون بیاد. قبل اینکه ویدیو شروع بشه یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و یه کامنت ریزی هم بزن، نظرتو بگو در مورد ویدیو هم چی. خدای من همه وقت میذاره، همه به خاطر شما در ویدیو میگیرم، حالا دیگه یه کامنت به ما نمیرسه آخه، خدای ظلمه. حالا دیگه و آره دیگه و همین دیگه بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب من انشنت هایی که این اووردن، یکیش آمبریکینگه که باعث میشه حالا زره یا شمشیر یا حالا هر چیزی که قابل این که انیچنت روش بذاریم باعث میشه که یه خورده دیرتر خراب بشه. و همینطور که میبینی آمبریکینگ 3 تا لیول داره، 1، 2، 3، که 3 دیگه میدونی قاعدتا میدونی که از همش بهتر و بیشتر. یکی دیگه لوتینگ 3 فقط مخصوص سلاح‌های چیکار میکنه، خود اسمش معلومه، لوت دیگه. مثلا اگه زامبی بکشی، حالا زامبی نه، گوسفندی بکشید، به جای یه گوش ممکن مثلا 3 تا گوش بهتون بده، مثلا 4 تا گوش رندوم، ولی بیشتر یکی بهتون میده. و یه هم که مکس لیولش 3. یعنی چه انتبادی فایر پروتکشن آیویه که این هم فقط روی سلاح‌ها میذارن فکر کنم. آره فقط روی سلاح‌ها میذارن و باعث میشه که ماب آتیش میگیره وقتی که بهش ضربه میزنی. و مکس لیولش 5 تا دیگه آیوی نه، میشه 4 تا لیول، میشه 4 تا لیول. بعد شارپنس ویه که هم دیگه 5 لوله، زیاد فرقی با هم نداره. یکی ناکبک 2ه که فکر کنم 2 تا لول بیشتر نداره دیگه. بعد دیگه همین 2 تا لول بیشتر نداره که فقط روی سلاح میذارن. این شارپنس هم فقط روی سلاح میذارن. و ناکبک 2 فقط روی سلاح میذارن که باید وقتی شما به ماب یا گوسفند یا هر چیزی که ضربه میزنی اون باعث میشه که یه خورده پرت بشه و ازتون دور بشه، و این خب مثلا برای شمشیر خیلی خوبه. و مکس لولش این یکی 2ه. حالا دیگه کلا از بحث سلاح و اینا میایم بیرون و میریم تو بخش زره ها. اولین انچنت چیه؟ اسپید بوست 3 که این فقط فکر کنم روی کفش میتونی بذاریمش، که از اینش معلومه دیگه سرعتتون رو بیشتر میکنه. و مکس لولش هم 3. این چند بعدی سول اسپیده و خودتون میدونید دیگه وقتی که روی سول اسپید راه میرید سرعتتون کند میشه. حالا من بهتون نشون بدم سول سند، یه دونه هم زره هم برمیدارن که بهتون نشون بدم کفش در واقع برمیداریم. سول اسپید چه صدایی میده؟ ولی همینطور که میبینید سرعت بالا خیلی کنده، ولی خب یه خود دیگه سرعت رو میتونی ببینید دیگه چقدر کند میشه. ولی حالا کفش سول اسپیدو که بذاری دیگه حتی روش سرعتتون که کم یعنی متوسط نمیشه هیچ، بلکه بیشتر هم میشه. و خب این برای نده رفتن خیلی خوبه، مثلا اگه عدس ما بخوام فرار کنیم. خب این چنت بعدی فدر فالینگه که این فقط روی کفش میتونیم بذاریمش. آره فقط روی کفش میذاریم و خب از اسمش هم معلوم دیگه فدر فالینگه، و باعث میشه که وقتی از ارتفاع میفتیم پایین دمیج کمتری بخوریم، مثلا دمیج نخوریم. مثلا اگه از این ارتفاع من اینو بردارم اینو بذارم از این ارتفاع بیفتم
گیم مودم که اگه سروایلش کنم مثلا چقدر دمیج میخورم؟ یه نصف قلب دمیج خورم و این کریپرم بزنه دنبالم. ولی حالا اگه این کفش پام نباشه چی؟ این دو تا و نصف قلبم رفت دمیج خورم. و خب فدرفالی میگم دیگه مکلیبرش که دیگه معلومه دیگه سه، و آخریش هم که دیگه معلومه دابل جامپ سه. نکن دیگه، بیفت آب بیفت آب بیفت آب افتاد. خب دابل جامپ سه که باعث میشه که جامپتون دو برابر بشه. حالا دقیقا هم نیست چی کام کرد. و نکته دیگه هم که هست اینه که وقتی شما فدرفالینگ آی وی رو بذارین دیگه نمیتونین دابل جامپ رو روی همون کفش بذارین، با یه کفش دیگه بذارین. خب قاعدتا منطقیه این قطعا. و ده ایکس پی آخر میتونیم خودمون رو کریتیف کنیم که دیگه حالا ایکس پی هم نخواد. خب این فدرفالینگ بود، سول اسپید و دابل جامپ. و اگه اینو بکنه پامون ببینید که اصلا عجب، اصلا این الان پرشمون از حالت عادی خود دو برابرتر شده، یعنی دو بار میتونیم بپریم. اگه اسپیس رو دو بار بزنیم بیشتر دو برابر بیشتر میپریم دیگه. و این بود از اون نه تا. اگه بخوام بازم که بهتون یعنی چند بگم، فکر نکنم چون حضور ذهن خیلی خوب ندارم، حالا اتفاقی افتاده حضور ذهن خوب ندارم مثلا. خب پاور که دیگه معلومه، قدرت شمشیر فقط رو سلاح میتونیم بذارین، دابل جامپ هم که بهتون گفتن، اسپید بوستو که گفتن، اینا دیگه جادوه، انچنت نیست. و مندینگ فکر کنم جون اون سلاح رو بیشتر میکنه، نمیم ولی اینو تو ویدیو بعدی بهتون میگم. مثلا اینو نمیدونم واقعا چیکار میکنه، خود چرا مثلا من اطلاعات غلط بهتون بدم. بعد مثلا کویک شارژ فکر کنم بدونم چیه. مثلا شما اگه کویک شارژ کریتیش کنم، کویک شارژ سه با یه دونه شمشیر ندرایت که بگیریم، حالا یه شمشیر ندرایت معمولی. خب مثلا الان یه خورده سرعتش بره، مثلا هی بخوان اتک بزنی سرعتش کمه، خب یعنی باید لود بکنه و اینا. مثلا با کویک شارژ بکنم سریعتر میشه، سرعت اتکتون و اینا دیگه. اینی چند بعدی دیگه نه چی بگم آخه، این پلای نمیدونم چیه، لویت رول نمیدونم چیه، لاک آف دسی اینو میدونه، اینو میذاری روی قلابتون، قلاب ماهیگیری، و دیگه معلوم دیگه برای ماهیگیری استفاده میشه. و شانس چیزی که به دست میاری این دو برابر، یعنی بهتر میشه، شانستون بیشتر میشه توی چیزی که به دست میاری. و همین دیگه، حالا توی ویدیو بعدی که میخوام بذارم اطلاعات بهتری و بیشتری رو بهتون میدن در مورد بیشتر انچنت ها، و سعی میکنم دیگه انچنت ها هم نباشه، قطعا نباید باشه. و همین، مرسی که ویدیو رو تماشا کردین، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. و همین تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.